شکنجه وحشیانه. مامور امنیتی جمهوری اسلامی گردن نوجوان افغان را شکست. سلام به همه. امروز با خبری بسیار تکان دهنده و دردناک در خدمت شما هستیم. این خبر نه تنها قلب‌ها را می‌شکند، بلکه وضعیت بغرنج مهاجران افغان در ایران را به تصویر می‌کشد. شرح حادثه. یک نوجوان 20 ساله افغان به نام سید مهدی، اهل ولایت دایکندی افغانستان، در روستای آبسرد شهرستان دماوند ایران توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به شدت شکنجه شده و گردنش شکسته است. به گفته منابع، ماموران لباس شخصی دست و پای رو گرفتن و یکی از آنها زانویش را روی گردن سید مهدی گذاشت. ویدئویی که به دست ما رسیده نشان می‌دهد که دو مامور لباس شخصی و یک مامور یونیفرم دار در کنار یک خودرو پلیس سید مهدی را بر روی زمین خوابانده و با تمام وزن خود بر روی بدن او فشار می‌آورند. در حالی که او می‌نالد و فریاد می‌زند، شماری از زنان تلاش می‌کنند که مانع شکنجه شوند، اما ماموران آنها را پس می‌زنند. پس از مدتی ناله و فریاد سید مهدی دیگر شنیده نمی شود و او را به داخل خودرو پلیس می برند. وضعیت فعلی به گفته منابع ما سید مهدی در حال حاضر در بیمارستان بستری است، اما اطلاعات دقیقی از وضعیت او در دست نیست. فشارهای اخیر در هفته‌های اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران افغان افزایش یافته است. برخی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی کارزاری تحت عنوان اخراج افغانی مطالبه ملی راه انداختند و خواستار اخراج مهاجران شدند. نظر من این رفتارها غیر انسانی و غیر قابل قبول است. شکنجه یک نوجوان تنها به دلیل ملیتش نشان دهنده وضعیتی است که باید به شدت مورد بررسی قرار گیرد. این گونه حوادث نه تنها حقوق بشری را نقض می کند، بلکه انسانیت ما را نیز زیر سوال می برد. شما چه فکر می کنید؟ نظراتتان را با ما در میان بگذارید و حتما کانال ما را برای آخرین اخبار و تحلیل ها دنبال کنید.